سلام به همه واندر فکتیوی گل دوست داشتنی، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من پیمان هستم و امروز میخوام توی این ویدیو یک سری از دانستنی ها و حقایق جالب و یه جورای ترسناک رو بهتون معرفی بکنم که ممکنه دیدتون رو نسبت به دنیا و زندگی یک کوچولو تغییر بده. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و همین الان ویدیو رو لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن، اون زنگوله بغلش رو هم بزن. دمتون خیلی گرمه. بریم سراغ ویدیو. اولین حقیقتی که میخوام بهتون بگم اینه: احتمال مردن شما وقتی که دارید حموم میکنید از احتمال برنده شدنتون تو قرعه کشی بیشتره. طبق ارزیابی‌های مختلف انجام شده، احتمال برنده شدن جایزه توی قرعه کشی از 1 در 176 میلیون تا 1 در 15 میلیونه. اما متاسفانه احتمال مرگ شما تو حموم خونه خودتون خیلی بیشتره، یعنی 1 در 840 هزار. در طول زندگیتون بدون اینکه حتی متوجه بشید ممکنه که هزاران بار در معرض قتل قرار بگیرید. این احتمال به محل زندگیتون و تعداد افرادی که هر روز با اونا برخورد میکنید بستگی داره. اگه تو شهر کوچیکی زندگی میکنید، در طول زندگیتون ممکنه که تقریبا با 16 تا قاتل برخورد کنید. اما اگه تو شهر بزرگی زندگی میکنی و هر روز با صدها نفر روبرو میشی، احتمالا در طول زندگیتون بدون اینکه بدونید با هزاران قاتل برخورد میکنید. شاید همین الان هم یکی از این قاتلا دوروبرتون باشه. کسی چه میدونه؟ یه خود با دقت دوروبرتو نگاه بکن. احتمال مرگ تو روز تولدتون بیشتر از احتمال مرگ تو روزهای دیگه است. تحقیقات جدید نشون میده نرخ مرگ و میر افراد تو روز تولدشون به طور متوسط 6.7% بیشتر از مرگ تو روزهای دیگه است. محققا متوجه شدن که این نرخ در مورد جوونا و تعطیلات آخر هفته حتی بیشتر از این هم هست. متاسفانه دلیل این مسئله تا الان مشخص نشده، اما ممکنه دلیلش این باشه که احتمال اتفاق افتادن حادثه و سانه‌های مرگبار توی مهمونی‌ها یا تصمیم به خودکشی افراد افسرده تو این روزها بیشتر از روزهای دیگه هستش. معمولاً جسد کوهنوردایی که تو مسیر قله اورست از این دنیا رفتن همونجا باقی میمونه. تو کوه اورست یه جایی هست که به منطقه مرگ معروف شده و از ارتفاع 26 هزار پایی کوه حدوداً 8 کیلومتری شروع میشه. کوهنوردایی که تو این منطقه جونشون رو از دست میدن، جسدشون برای همیشه اونجا باقی میمونه، چون هیچ هلیکوپتری نمیتونه تو اون ارتفاع پرواز کنه و حتی جابجا کردن جسد تو همچین شرایطی برای گروه‌های امدادی با تجربه هم خیلی خطرناکه. یه نکته عجیبی که وجود داره اینه که کوهنوردایی که به قله اورست میرن از بعضی از این جسدها برای نشون دادن نقطه مکانی خودشون استفاده میکنن. یکی از مشهورترینای اونا جسد مردی بود که به چکمه سبز معروف شده بود. از سال 1996 تا 2014 کفشای این مرد در جهت مسیر قله قرار داشت تا اینکه بالاخره بقای جسدش ناپدید شد و دست از سر این جسد برداشتن. کسایی که هر روز 2 ساعت تلویزیون نگاه میکنن 1/4 سال از عمرشون کم میشه. اما علت این مسئله نه خود تلویزیون نگاه کردن، بلکه عادت به تحرک نداشتنه. حالا هی برو بشین تلویزیون نگاه کن. هر روز 27 هزار درخت قطع میشه و تبدیل به دستمال توالت میشه. این آمار واقعا وحشتناکه. به خاطر همین هم لازمه که تکنولوژی های بازیافت مواد ارتقا پیدا کنن و دستمال های کاغذی از مواد دیگه ای تولید بشن. میکروبایی که روی گوشی تلفن امراتونه 10 برابر بیشتر از میکروبایی هستش که روی کاسه توالت هستش. خیلی از ماها وقت خوردن غذا تلفنمون رو کنار دستمون میذاریم، اما تصور کنید که به جای گوشی یک کاسه توالت کنارتونه. درسته تصور کردنش هم چند دشواره، اما واقعیت اینه که کاسه توالت کم خطرتر از تلفن همراهته که دستت میگیریش. هر سال هزاران نفر به خاطر بدخطی پزشکا از دنیا میرن. اشتباهات دارویی سالانه جون 7000 نفر رو میگیره. تحقیقا نشون میده بیشترین دلیل این مسئله هم بدخطی نسخه های پزشکاست. بچه ها، یه نوع انگل وجود داره که موقع شنا از طریق بینی
وارد مغز میشه و باعث مرگتون میشه. این انگل که اسمش نگلر یا فاولری هستش اگه اشتباه تلفظ نکنم، از طریق بینی که وارد مغز میشه میره و مغزتون رو میخوره و اینجوری باعث مرگتون میشه. این موضوع شاید مثل یک داستان تخیلی به نظر برسه، اما متاسفانه حقیقت داره. این انگل تو آبهای گرم آلوده زندگی میکنه و از طریق عصب بویایی خودش رو به مغز میرسونه و بعضی وقتا حتی با دارو هم قابل درمان نیست و نهایتا باعث مرگ شخص مبتلا میشه. پس دقت کنید که کجا دارید شنا میکنید و به تابلوهای شنا ممنوع هم بی‌توجه نباشید. خب بچه ها، مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید و امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگه اینجوری همین الان ویدیو رو لایک کن، کانال من هم سابسکرایب کن، اون زنگوله بغلش رو هم بزن که از ویدیو جدید من باخبر بشی. مرسی که حمایت میکنید، دمتون خیلی گرمه، مخلصم، خدا نگهدار.